شما چشاتو میبینید کامنت رو بخونید. من دوربینم خیلی من جلو میام به شما کمک میکنم الان که میخواین صحبت کنید برشون. خب اول تست صدا، صدا هست، کیفیتش بهتر شده صدا الان نسبت به چند لحظه پیش، کیفیت بهتر شده. همه میگن صدا هست. سعید جان صدای الان خوبه، کیفیت صدا بدون زحمته. خیلی خوب، پس آغاز میکنیم. آقای مهندس سجاد جهانگیری هم الان میاد داخل کادر، سایلنت میکنیم داخل کادر. سلام به همه، خوشحالیم که کانال راه چاییه که آقای عبداللهی راه افتاد. این راه چا بدون یک راه چا، راه چا خالی. خیلی ایشون خوشحالم، امیدوارم که برای همه خوب باشه. خیلی میتونه کمک کنه به شنیده شدن صدا آقای عبداللهی. ما در خدمتشون هستیم، ان شاء الله اگه کم و کاستی بود شما هم کمک بکنید که این صدا آقای عبداللهی رسانش قوی تر و فعال تر بشه. من در خدمت شما هستم. خیلی ممنون. من همینجا اعلام میکنم که ظرف 10 روز گذشته پشتیبانی آقای جهانگیری، مهندس جهانگیری، با امکاناتی که دفترشون امکاناتی داره، تجهیزاتی که خریداری کرده و در اختیار راهبچه‌ها گذاشته، بسیار به ما کمک کرده. این هم بد کنیم. بله. بسیار به ما کمک کرده. حالا قرار ما این بود که یعنی چند نفر از من میخونم برایش. شما تونستید یه کار بکنید، یه کاغذ، کاغذ قلم باشه بنویسید، سوالات دوستان رو بنویسید که من بتونم به همه پاسخ بدم. با اسم ممنون. آره داشتم خدمتتون عرض می‌کردم. ببینید شما خودتون در جریانید، ما طی 10 15 روز گذشته چند بار اعلام کردیم که شما تشریف ببرید کانال راه بچهای دو، چون پشتیبان ما نقد کننده اون واسطه یا اون شرکتی که برنامه‌زایی رو نقد می‌کرد تلاش کرده بود که چند بار ایمیل زده بود به یوتیوب که مشکل ما رو حل کنه. یوتیوب ایرادی که به ما گرفته بود این بود، میگفت که شما محتوای تکراری استفاده کردید و همین دلیل صلاحیت دانشگاه دست نیاورد. یه گزینه ای برای ما انتخاب کرد. بله درست شد امینی جان، یه گزینه ای برای ما گذاشته بود به نام گزینه درخواست مجدد. گزینه درخواست مجدد در واقع ما میبایست یک سری از ویدیوهایی که اینجوری که از کارت خارج میشی بعد توی آره از کارت خارج میشی توی نهایت کار میبینی که ایراد حرفه‌ای داره. همینجا نشستی یکی فقط جلو سر آره ایرادی که به ما وارد شده بود محتوای تکراری بود. ما درخواست اول رو اقدام کردیم، یه سری ویدیوهایی که فکر میکردیم برامون درد سرزا باشه رو حذف کردیم چند ماه پیش، قبول نشدیم. مجدد به ما یک پیام فرستاد یوتیوب که شما از 14 جون مجدد درخواست بدید. 14 جون امروز بود. امروز خوشبختانه دیروز بود. دیروز من اون گزینه چیز رو زدم و قبول شد. یعنی در واقع امروز به ما پیغام داد که ما شریک یوتیوب شدیم و از این بعد درآمد آگهی که از یوتیوب دست میاد حالا با توجه به اون درصدی یا اون مقداری که 45% یوتیوب 55% کاربر به ما خواهد پرداخت. البته از امروز شروع شده، یک ماه دیگه ما باید کار کنیم تا اولین دریافتی رو داشته باشیم. امروز من از خوشحالی این قضیه این خبر رو که شنیدم اومدم به شما اطلاع بدم این رو و شما رو در جریان قرار بدم. انشالله مثلا من ممکنه 4 ماه دیگه اصلا مثل قبلا که از شما درخواست میکردم به من کمک مالی بکنید برای پیشبرد اهداف و گفتمانمون، از در آینده این مشکل حل بشه و یک آباریکی از طریق درآمد یوتیوب برای ما واریز بشه و این خودش خیلی جای خوشحالی داره که آدم مستقل بشه و استقلال مالیش رو به دست بیاره. به همین دلیل امروز اومدم خدمت شما بگم که من قبلا تاکید داشتم که در کانال راهبچهای دو، کانالی که پشتیبان فنی ما گفته بود رو اندازی کنیم و اون رو بالا بیاریم و این مشکل رو حل کنیم، منتفی شده. نه به معنی که ما کانال رو نخواهیم داشت، اون کانال رو ما اختصاص خواهیم داد به یک مبحث دیگری،
که حالا سیاسی نباشد، شاید فرهنگی باشد، شاید جغرافیایی سیاسی باشد. احتمال میدم که در مورد جغرافیای سیاسی ایران مثلا در اونجا بخوایم برنامه اختصاصی بسازیم. ولی این کانال با توجه به اینکه اختصاصا سیاسی است، تحلیل تعریف واژگان سیاسی است، جامعه شناسی سیاسی است، برخورد خبری تحلیلی با اتفاقات و رویدادهایی است که در طول هفته ما به پیش میاد، سعی میکنیم که از این پس برنامه زنده بیشتری داشته باشیم ان شاء الله. اگر امکان دفترم قرار جابجا بشه، از اینجا قرار بریم یک لوکیشن دیگری، ممکنه یه چند روز طول بکشه تا امکانات اونجا رو مجهز کنیم و پرده سبز و کروماکی و داستان‌های اینم حرفه‌ای و اینها تهیه دوربین. ممکنه یه مقداری کارمون با وقفه پیش بره، ولی خب نهایتا ما تا ماه آینده، یعنی تا اواسط مرداد و بر ریل ساخت محتوا قرار میریم، بر ریل قطارمون بر ریلی سوار میشه که دیگه بر اون ریل خواهیم رفت با سرعتی متناوب، نه با سرعت زیاد نه با سرعت کم. میگن که شاعر گفته که رهروان نیست که گه تند و گه آهسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. انشاءالله در این راه، در این راهی که من معتقدم باید به دموکراسی ختم شود، باید به توسعه و آبادانی ایران ختم شود، باید به آزادی بیان، آزادی عقیده و آزادی پوشش ختم شود، باید به ارتباط معقول و متعارف با جهان ختم شود، باید به ارزشمند شدن پایه پولی کشور ختم شود، باید به تعطیلی زندان برای سیاسیان ختم شود، باید به ایران به مهد توریست تبدیل شود، باید ما سرمونو در جهان بالا نگه داریم و مثل گذشته وقتی واردی کشور خارجی میشیم متصدی فرودگاه آن کشور برای پاسپورت من بلند شه و احترام نظامی بذاره. من با این امید، به این امید و با این چشمنداز این ره رو که گفتم نه تند و نه آهسته، این ره رو انتخاب کردم با شما، با دیگر همکارانم که مثل من بر همین دغدغه این مسیر رو ادامه خواهیم داد. و من معتقد و مطمئنم که تکرار و تکرار و پایمردی ما باعث میشه که این مطلوب ها و این مهم ها را به دست خواهیم آورد. یه چند سال پیش من مقالات زیاد می نوشتم، این چند سالی است که من کار ویدئویی انجام میدم. در گذشته من بیشتر می نوشتم. اون زمان یکی به من گفت که یادمه، گفت که برای چی می‌نویسی؟ این حرفای شما کجا در واقع کار میکنه؟ چه تأثیری داره؟ اونجا من عرض کردم که من خودم هر یاد داشتم رو، هر کلمم رو، هر جملم رو به مسابقه یک ضربی چکش بر انتهای یک قلم، قلم و چکش میدونید چی؟ ضربه چکش بر انتهای یک قلم قلم داد میکنه. من گوش ناشنوای حاکمیت رو به مساوی یک دیوار بتونی زخیم و حجیم و پرملات و محکم و با آلموتورهای خیلی قوی حساب میکنم. دیواری قطور که هیچ ضربه‌ای به آن کارگر نیست. اما من اون زمان گفتم که این یادداشت من، این قلم من به مساوی یک ضربه کوچک، ضربه کوچکی است که قلم من، قلم چکش و قلم من با آن میزنه. ممکن است اون در ضربات اول دوم و سوم آن را سوراخ نکند، آن دیوار بتونی را، ولی یک خراش کوچک میندازد. و تعدد این ضربات، تناوب این ضربات به مرور زمان لایه ها و ریز 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 از این دیوار بتونی برخواهد داشت و روزی ما روزنه ای را در این دیوار بتونی ایجاد خواهیم کرد. و آن روزی است که ما با آن مفاهیمی که اول عرض کردم خواهیم رسید. مفاهیم چیست؟ من قبل از اقتصاد و معیشت و شکم و اینها میگم آزادی. از دکتر زیبا کلام پرسیدم این همه مشکلات داریم و شکاف ها داریم و بن‌بست ها داریم، چاره چیست؟ گفت که دموکراسی. یک کلمه من جواب داد، گفت دموکراسی.
حالا شاید آقای زیبا کلام صدای منو بشنوه. خدا خیرش بده. با اینکه این هم هم اتهام بهش زدن که چرا نمیگیرنش، چرا نمیگیرنش. الان هم داره باز دارن به این پیرمرد مریض گیر میدن که چرا موقع انتخاب آزادش کردن. آزادش کردن به هر بهانه‌ای، خدا رو شکر آزادش کردن. خدا رو شکر که اعتراف ازش نگرفتن اجباری. اومد بیرون حدا یه رأی داد، یه رأی داد آزاد شد. چه اشکالی داره؟ چرا اینقدر این پیرمرد رو اذیت میکنید؟ حالا من پرانتز باز کردم یادمون ایشون افتاد. نگید، نکنید. آقای عبداللهی از خودشون، آقای برهانی از خودشون. من بارها قبلا همین حرف زدم. آقا زشته، به خدا آزاردهنده است، به خدا نامردیه. طرف تمام عمرش گذاشته برای دفاع از یک سری آرمان ها، دفاع از یک سری مفاهیم مقدس. آزادی بالاترین مقدس برای من، آزادی، آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی عقیده، آزادی پوشش، آزادی سفر، آزادی انتخاب، انتخاب شدن و انتخاب کردن. برای من قبله است، خداست، پیغمبره. آزادی برای من همه چیزه. بنابراین برای رسیدن به آزادی و دیگر مفاهیمی که عرض کردم، من معتقدم اگر آزادی، همین آزادیه گفتم، نه آزادی شعاری، نه مثل کلمه عدالتی که آقای احمد نژاد به کار میبره، دیگر دوستان جدیدن دارن به کار میبرن، یک کلمه بلنگ و باز قابل تفسیر، بلکه آزادی، آزادی با مؤلفه ها و تیک های مشخص، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی انتخاب، آزادی پوشش، آزادی سفر، آزادی سخن، آزادی قلم. اینا تمام درهای اون قبله من، درهای اون کعبه من هست. آزادی کعبه من و این کلمات و حواشیش درهایی است که ما با آن وارد میشیم. برای رسیدن به یا به دست آوردن دوره و شرایطی که ما برویم و روی مقبره کوروش بشینیم، ما نه یک آدمای ملی‌گرای ایدئولوژیک تندرو عنوان این که ما خیلی خوبی، ما برتری از جهانی، ما ایرانی ها فلانی مفر. نه نه، ما به عنوان کسانی که به المان‌ها و اصول‌های ملی خود افتخار می‌کنیم و به ایران و ایران شهر و ایران فرهنگی می‌نازیم و می‌بالیم، در آرزوی روزی باشیم، به امید روزی باشیم که 7 آبان برویم و در محوطه پاسارگاد روبروی کوروش، کوروش کبیر با او، با مفهوم او، او که نیست، سخن بگوییم و افتخار کنیم. آن زمان که ما دموکراسی داریم و ما دموکراتیم، تعصب نداریم، عاقلانه فکر میکنیم، با جهان در ارتباطیم، سیاه و سفید و زرد و آبی همه انسان ها برابرن، ولی در دل ما قلیانیست و شور و هیجانیست که مربوط به خودمونه، آرمان ها و علمان های ملی است. بنابراین ما یه دموکرات سکولار ملیگرا، ما یه دموکرات سکولار ملیگرا، این ملیگرایی مثل ایدئولوژی اسلامی نشود که دموکرات بودن ما را تحت شعاع قرار بده. پلتفرم مادر ما باید دموکراسی باشه. اون وقت من در قالب این پلتفرم محتوایی به نام ملیگرایی داشته باشه. متوجه ارزم، امیدوارم شده باشید. در صحبت داشت. نه نه خشم، یه که از بچه هست چون صحبت از کوروش رو پادشاهی کردی، یه سوالی رو چند بار داره تکرار میکنن، میگه چرا پادشاهی یا آقای سینا هستش که توی ایران به یه حزب تشکیل نمیشه که وارد قدرت بشه، حالا ایشون بشه ریاست جمهوری. این چون چندین بار دارن سوال میکنن، ایشون شما بپرسید لطفا چرا پادشاهی تشکیل نمیده و به ریاست جمهوری نمیرسه. یعنی حالا این اصلا شدنیه پادشاهی سیاسه. منظورش پادشاهی خواهان، پادشاه خواهان. حالا چیزی که ایشون پرسیده اینه دقیقاً چیه سوالشون؟ چرا پادشاهی یه حس تشکیل نمیده و به ریاست جمهوری برسه، که این فکر کنم غیر منطقیه. اصلا این پارادوکسه. بله، ولی خب سوالشون هست. حالا من شما از کوروش هم پرسیدید چجوری مثلا اونایی که پادشاه دوستن میتونن وارد قدرت بشن؟ حالا به عنوان یه حزب میتونن آیا یا اصلا جایگاهی دارن؟ الان من قشنگ پاسخش قبلا دادم، میدونی؟ من اگه توجه کرده باشه عرض کردم که محتوای مادر ما چه باشه؟ دموکراسی باشه. درهایی که ما وارد این قبله میشویم ملیگرایی باشد و نمیدونم آزادی قلم باشد و پوشش باشد. محتوای اصلی ما باید دموکراسی باشه.
این که این دموکراسی رو با کدوم شکل داشته باشیم به نظر من هیچ تفاوتی نمی کنه. محتوای ما وقتی دموکراسی باشه، تفکیک قوا باشه، تفکیک قوا یعنی قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه در استقلال کامل باشن و قوه مجری، قوه مقننه به عنوان منتخبین مستقیم مردم و قوه مجریه که قوه حکمرانی نظارت بکنه و قوه قضاییه نظارت بکنه و قوه قضاییه مستقل داشته باشیم که عدالت رعایت بشه و کسی جرأت فساد نکنه، هیچ کس از نظر قانون بالا نره. خب اینها رو که همه گفتم محتوای دموکراسی است. پایه‌های دموکراسی 4 تا است. پایه‌های دموکراسی 4 تا است. پارلمان، انتخابات، احزاب، مطبوعات. پارلمان، انتخابات، احزاب، مطبوعات آزاد. حالا بعضی میگن 5 تا است، بعضی میگن انتخابات همون احزاب و انتخابات یکی است، ولی من میگم 5 تا است. قانون اساسی، مطبوعات آزاد، احزاب، انتخابات، پارلمان. 5 تا. وقتی اینها این استقلال تفکیک قوایی وجود داشته باشد، سه قوه مستقل باشند، مطبوعات به عنوان ناظر و رکن چهارم دموکراسی بر آنها نظارت کنند، احزاب به عنوان رکن سوم دموکراسی هر دوره خود را به معرض رأی عمومی بگذارند، آن اساسی محکم و عرفی و سکولاریست داشت، سکولار داشته باشیم، یک محتوایی برای ما شکل بدهد. حالا تفاوت شکل و محتوا چیست؟ این دوست ما که پرسید چرا پادشاهی خواهان حزب تشکیل نمیدهند و به ریاست جمهوری نمیرسند، اصلا این پارادوکسه. اگر پادشاهی خواهان میخواد حزب تشکیل بده، دیگه رئیس جمهوری که دیگه معنی نداره، دیگه میشه بالاترین مقام اون حزب پادشاه. بنابراین من با این سوال اصلا اساسا مشکل دارم. من حالا اگر بخوام یکم سوال اینو دوستمون رو حرفه‌ای‌تر بپرسم، حالا بررسی دارم، من سوالات دیگه هم اومدن همه رو دارم یادش میکنم، اینکه امکانش از پادشاهی حالت پارلمانی در ایران چیزی که مثل انگلیس هست شکل بگیره در ایران نمیشه امکانی؟ بله بله. ببینید اینو باز هم شما دموکراسی میدونید. الان عرض میکنم خدمتتون، بله، من همیشه در حکمرانی متعارف و معقول و جدید و مدرن دو تا شکل قائلم. بله. من میگم محتوا هیچ تفاوتی نمیکنه. وقتی میگم پارلمان قوه مجریه مستقل، پارلمان مستقل، قوه قضاییه مستقل، بله، این میشه محتوا. درسته. شکل چیه؟ ما در حالت خیلی راحت عادی میتونیم دو تا شکل داشته باشیم. بله. که یکی از شکل‌ها خودش باز دو شاخه میشه. دو شکل ما چیست؟ پادشاهی مشروطه. خب. جمهوری. اینا چه جوری ما با میخوام خدمت شما. بنابراین ما از حیث محتوا این دو تا شکل، پادشاهی مشروطه یک محتوا دارن. ببینید یک محتوا داره. محتوا چی؟ بله. محتوا اعتقاد به پایه‌های دموکراسی، یعنی مطبوعات آزاد، پارلمان، انتخابات، احزاب، قانون اساسی. درست؟ خب اینا همه در این محتوا هستن. این محتوا میتونه در دو شاخه قرار بگیره، شکل پادشاهی مشروطه، درسته، شکل جمهوری. درست؟ بله. خب در شکل جمهوری معمول در جهان این گونه است که پادشاه به عنوان نماد ملی آن کشور در بالاترین جا قرار میگیره، ویترین میشه و هیچ گونه اختیارات اجرایی ندارد. بله. امضاهاش امضای سمبولیکه. اونجا دیگه ما چیز نداریم، رئیس جمهور نداریم. چی داریم؟ نخست وزیر داریم. بله. نخست وزیر از طریق پارلمان، حزب برنده. حزب برنده. پادشاه میتونه توی پارلمان نفوذ داشته باشه. همین دارم از میگم، اصلا به هیچ وجه. به هیچ وجه. پادشاه نماد وحدت ملیه. یه چیز سمبولی که برای هواداران چند هزار سالش که ابهتش حفظ بشه و شما میگید اصلا تو پارلمان نمیتونه دخالت کنه. اصلا وقتی میگم آقا تفکیک قوا، یعنی سه تا قوه ما داریم، قوه مجریه، مقننه، قوه قضاییه. بله. این سه تا قوه در برابر همه ملت مستقلن، در برابر همه دولت هم مستقلن. پادشاهی مشروطه آقای جهانگیری. بله. عزیز. بله. بنویس مشروطه اینجا. بله. پادشاهی مشروطه. بنویس مکلمه مشروطه رو بنویس. بله. از سه تا کلمه شه، شی، شه، ره و ته دسته دار. بله. میشه شرط. بله. وقتی میگن پادشاهی مشروطه، یعنی پادشاهی که محدودی هست. نه، پادشاهی که برای شرط گذاشتن. شما به این شرط نه هست دیگه نه. بله. بله. یعنی پادشاهی که برای شرط گذاشتن که شما سمبول باشید، در هیچی دخالت نکنید،
حتی نخست وزیری که هم میگن پادشاه امضا بکنه حکمش رو، مشروعیت بهش نمیده. یه احترامی است و این احترام توافقی انجام شده رفته. بنابراین بس ما بحثمون رو این بحثمون رو تمام بکنیم. ببین سوالی که کردن در مورد اینکه چرا پادشاهی خواهان، من برداشتم این بود، من برداشت این بوده که سوال اینه چرا پادشاهی خواهان حزب تشکیل نمیدن. اون قسمت دومش دیگه پارادوکس است، نمیخوام واردش بشم. چرا ندن؟ به نظر من باید پادشاهی خواهان حزب تشکیل بدن و برای آرمان‌ها و برای نسخه‌ها و پلتفرم‌های خودشون نسخه بدن و بگن که اگر ما در رفراندوم تعیین حکمرانی پیروز بشویم، به این سبک، به سبک انگلیس، نروژ، اسپانیا، سوئد، مثال میزنم، یا به سبک خودم نسخه ما، این سبک رو میخوایم اداره کنیم کشور رو، چه اشکالی داره؟ البته نگفته نموند مشروط خان سلطنتی یا پادشاهی خان الان چند تا حزب هم دارن، اینجوری نیست که نداشته باشه. در کشور خودمون؟ نه خیر، در کشورهای ایرانیایی که خارج از کشورن همون مثلا مشروط خان قدیم هنوز حزب دارن، جمهوری خان حزب دارن. بنابراین من همیشه گفتم که من شخصا از باب آینده ایران اگر متکی به محتوا باشیم، آقای جهانگیری کلمه محتوا رو گفتم، عرض کردم خدمت، محتوا دموکراسی است، محتوا جدایی دین از دولت، محتوا تفکیک قواست، اعتقاد به ارکان دموکراسی است، محتوا داشته باشیم، ما میتونیم با بی ام دبلیو بریم، محتوا رو توی بی ام دبلیو بریزیم بریم، این محتوا رو میتونیم تو جگوار بریزیم بریم. میدونی اینا ابزاره، پادشاهی، سیستم حکمرانی پادشاهی و جمهوری دو تا ابزارن، دو تا ابزارن که محتوای مشخص ما رو، اون صفحه بود، محتوای مشخص ما رو حمل میکنن، محتوای اینها ماشین های ما، نه اصلا بارمانی، این بار ماست، اینا ماشین های ما. ببینید دوستان، ما یه محتوایی داریم، این محتوا رو میخوایم به سرمنزل مقصود برسانیم با یک ماشینی که کی انتخاب میکنه؟ اکثریت. در یک روز مبادایی، در یک بزنگاهی، بزنگاهی مردم ایران، شرایطی پیش میاد که مردم ایران میخوان تصمیم بگیرن، تصمیم بگیرن که شکلیه. ببین خیلی مهمه، یه بزرگان پادشاهی خواه و جمهوری خواه دعوای مختلف در یه جایی در حیات دانشگاه، مثال دارم میزنم، اصلا شما چیز نکنید، در حیات دانشگاه تهران دور هم جمع شدن، گفتن آقا ما دموکراسی سکولار میخوایم، تفکیک قوا میخوایم، ارکان دموکراسی رو قبول داریم، حکومت ما عرفی است، تمام شد، محتوا شکل گرفت، همه امضا میکنن، درست، این شورای انتقال. بعد اینها ولی نظر شکل با هم اختلاف دارن، یه سریاشون مثلا 10 نفرن، 5 نفرشون میگن ما آقا پادشاهی میخوایم، 5 نفرشون میگن نه خیر، ما جمهوری میخوایم. تا اینجاش اینطور مفهوم شده باشه. حالا میگن آقا چیکار کنیم؟ قاعدش اینه، آقا شما شکلت را و من هم شکلم را به معرض رفراندوم و همه پرسی میگذاریم، محتوامون ثابته، محتوامون ثابته، ماشین رو میخوایم انتخاب کنیم، ماشین جمهوری، ماشین پادشاهی مشروطه، به رأی میذاریم، هر کدام که رأی بیشتری آورد تا مدتی که قانون تعیین میکند و رفراندوم بعدی، اون شکل حکمرانی ماست. پادشاهی مشروط باشد، همون پارلمان و تفکیک قوا و قوه قضاییه مستقل، اجرایی مستقل، پارلمان مستقل را دارد، پایه‌های دموکراسی را هم دارد، تنها تفاوتش اینه که اونجا بالاترین مقام اجرایی نخست وزیر است، در شکل جمهوری بالاترین مقام اجرایی نخیر، رئیس جمهوری. حالا گفتم که یکیشون دو شاخه است، جمهوری دو تا شکل میتونه داشته باشه، جمهوری پارلمانی، جمهوری ریاستی. در جمهوری پارلمانی باز آن پارلمان است که نخست وزیر را امتحان، رئیس جمهور را انتخاب میکند و نخست وزیر را انتخاب میکند، میتواند هر دوتاش انتخاب بکند، میتواند رئیس جمهور با رأی بالایی انتخاب بشه، باز هم یه آدم سمبولیکی مثل پادشاه باشد، مثل لبنان، لبنان اینجوریه، عراق هم اینجوریه، عراق رئیس جمهور داره ولی نخست وزیر همه کار است. در واقع در شکل جمهوری پارلمانی، جمهوری یادداشت کنید، در شکل جمهوری پارلمانی رئیس جمهور همان نقشی را خواهد داشت که پادشاه مشروطه خواهد داشت،
شکل دوم جمهوری ریاستی مستقیم است که رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب میشه، مثل فرانسه. این یه شکلهایی مثل آمریکا رئیس جمهور انتخاب میشه، پارلمان هم بر رئیس جمهور رو قوه مجریه نظارت میکنه و کار تقنین رو انجام میده. من بحثم تا اینجا تموم شده. بله بله. شما اگر اینجا پرسشی هست، من فقط یه سوال بپرسم. من فکر کنم یه کار دیگه باید بکنیم. من کاور برنامه رو گذاشتم که آخه سوالای بچه‌ها اکثرا توی این حوزه بوده. نه جملم تموم نشد. آخش من بفهم. کاور برنامه رو گذاشتیم به بهانه درآمدزایی کانال. درست؟ احتمالا باید کاور برنامه رو عوض کنیم، بحث شکل و محتوای جمهوریت. حالا سوال رو من اینکه یکی از دوستان پرسیدم این لازمه میگوشه جواب بدن، اشکال نداره، یه تفریح داشته باشه. بله بله. سلام علیکم، ارادت دارم قربان. شما اسمت نیفتاد آقا. شما ببخشید، ما دست پوست شماییم، شما پیرمرد ما هستید، بزرگ ما هستید، موسفید کرده ما هستید. شما یه شخصیت رئیس جمهور سازید. قربون شما، سلامت باشید، ارادت دارم فدات بشم، قربونت بشم، سلامت باشید، ارادت داریم، سلامت باشید. حالا ببین چقدر دوست دارم که توی برنامه لایو گوشیم قد نکردم، دارم جلالا توی لایو دار این در یوتیوب دارم مستقیم صحبت میکنم با مردم. گوشی شما هم داره بغل گوشی ماست جانم. باشه باشه، پس من بعد از لایو با شما تماس میگیرم که من بخوام صحبت کنیم در این باره. اتفاقا خودم زنگ بزنم که ایشالله یه جلسه داشته باشه. متوجه هم. اون شب هم شما در سخنرانیتون فرمودید. بله کامل کامل. نه واقعا خیلی توپ و تشهر بسیار خوبی زدید. توپ و تشهر بسیار خوبی زدید. واقعا. آقای پزشکان رو دیدیم دیروز؟ بله. چی گفتین؟ چی شنیدین؟ دست در نکنم. واقعا نه، باید نکات مصداقی بهش میگفتی. مصداقی بله بله. حالا من خیلی مطلب دارم که شما به شما بگم، شما انتقال بدید. یکی که بحث واقعا مشورت دادن، من خودم آمادگی دارم مستقیمش مشورت رسانه‌ای بدم آقای پزشکی. دومش هم این که چون میدونی که من واقعا روزای اول تا روز آخر من اصلا رغبت نداشتم با توجه به شعارهای آقای پزشکیان اصولگرا بودنش، خبر داری که، ولی الان میخوام بهش کمک کنم. اگر شما همکاری کنید من در خدمتشون هستم. کی؟ عبدالله مومنی؟ عبدالناصری؟ آبه ناصری که مریضه، مریض پارکینسون داره، اصلا نیلرز اصلا اصلا نمیتونه حرف بزنه. دقیقا دقیقا آقا عبد الناصر رفتم خونهش، خدا شده اینقدر ناراحت شدم، اینقدر ناراحت شدم. خب حالا در لایو هم پس بذار اجازه بدهید فرصت مناسب باتون زنگ بزنم. خدا. آره آره حتما حتما استاد، قربون تو، خدا نگهدار، سلامت باش. خب اگه گفتم پرسش چیزی بود بگم. سوالای بچه‌ها خیلی به موضوع لایو ربط نداره، خیلیشون نمیپرسن. موضوع لایو همینه که بچه‌ها میپرسن، اشکال نداره. نه هر چی که دوستان میخوان همون میشه موضوع لایو. من یه سوال برای خودم پیش اومده درباره شکل ساختار حکومت که فرمودید که سوار ماشین جمهوریت هستیم یا ماشین دیگه. یه ماشین پادشاهی دیگه، پادشاهی مشروطه. شما الان فکر میکنید ما واقعا سوار ماشین جمهوریت هستیم؟ نه.
میتونید تفسیر کنید حکومت قانونی رو؟ بله، چون ببین ما تعریفمون از جمهوری از اوایل انقلاب این بود که خب یه چیزی قبلی شبیه جمهوری فرانسه تعریف بشه. بله. چقدر فاصله داره با جمهوری فرانسه؟ اینو میتونید در حد چند سال تمام شد؟ من تمام شد. بله، خب ببینم ما الان سوار کدوم ماشین، برای سر پادشاهیم، جمهوریم، یا یه چیزی هست فلکسیبل هر دفعه یه طرف قش بکنه؟ دقیقاً ماشین از سوار کدوم ماشینیم؟ بله. ما الان بارمون توی بیابون ده شده. دقیقاً بار محتوایی ما توی بیابون افتاده، بعضیشون زخمی، بعضیشون سوخته. بار مثلا یه قسمت بارمون چیز دیگه مطبوعات آزاده. آها. زندانه. آزادی عقیدمون زندانه. بار ماست دیگه، بارمون پخش بلا شده. نظارت پذیری مجلس بر دولت وجود نداره. درست که همون استقلال قوا بود. قوی قضایی قوی معتدل نمیدونم غیر جناحی نداریم. شما فکر میکنید تو قانون اساسی جمهوری کامل تعریف شده؟ نه خیر، متاسفانه. ضمن این که قانون اساسی، همین قانون اساسی این بند اجرا نمیشه، ولی همون هم کامل نیست. باگ‌های بسیاری داره به خاطر پارادوکس‌هایی که در خود قانون هست. مثلا یه جا میگه همه آزادن، در عقیده آزادن، مگر اینکه. اون مگر اینکه براش گرفتاری درست میکنه. مگر اینکه نداریم دیگه. حالا سوال شما رو جواب ندادم هنوز. بله، ما سوال کدوم باشه؟ ما امروز جمهوری اسلامی که قرار بود یکی از دو تا شکل باشه، در اول انقلاب ما شکل پادشاهی مشروطه داشتیم، درست؟ بله. پادشاهی مشروطه فرار کرد، رفت تحت فشار مردم، درسته؟ بله. شکل دومی اومد به نام شکل جمهوری. شکل جمهوری قرار بود که همون محتوای جمهوری متعارف توش باشه، یعنی تفکیک قوا، آزاده مشروع، پایه‌های دموکراسی. اینها به مرور زمان به خاطر اون عدم کارکردی و به خاطر عدم سازگاری جمهوریت اسلامیت، هم جمهوریت چیز خوبی است، هم اسلامیت چیز خوبی است. وقتی میگیم عدم سازگاری جمهوریت و اسلامیت، به این معنی نیست که یکشون بده، نه، این دوتا کارکردهای متفاوتی دارن. جمهوریت کارکرد حکمرانی دارد، اسلامیت کارکرد اخلاقی دارد، مذهبی دارد، درست، شخصی دارد. اینها چون اومدن هر دوتاشون یه کار انجام بدن و هم دیگه به استکاک خوردن، گرفتاری خوردن، بنابراین جمهوری ما رو از محتوا خالی کرد. ماشین جمهوری ما خالی است، خالی از محتواست. محتوای ما جای دیگه ریخته شده، توی ذهن من و شما ریخته شده. تاجدادش زندانه، ارزم به حضور دخترانش داره کور میشن. محتوای جمهوریت هم دیگه، اون دختران در 1401 کور شدن، محتوای جمهوریت بودن کور شدن. آقای تاجزاده، خانم هاشمی، آقای سعید مدنی، آقای یاشار سلطانی و دیگر دوستان روزنامه‌نگار زندانان محتواهای جمهوریت هم. درست. بنابراین سوالتون، جواب سوالتون رو با یه جمله تمام میکنم. اگر ما داریم درباره شکل و محتوا صحبت میکنیم، برای آینده است. اگر این محتوا و شکل رو داشتیم یا میداشتیم، که ما دیگه ملزی نداشتیم که بخوایم درباره آینده صحبت کنیم. بنابراین ما جمهوری نداریم. یه ملغمه است از حکومت اسلامی نیمه تمام. این اگر حداقل این حکومت اسلامی هم بود، ما تکیم روشن بود، گفتیم آقا دموکراسی نیست. این حکومت اسلامی، حکومت اسلامی هم با شخص اول میچرخه، جمهوری بی جمهوری. ولی تکلیفمون روشن بود. ولی اینکه انتخابات هست، تو قانون اساسی هست، پارلمان هست، شکلاشون هست، ظاهرشون هست، ولی در اجرا ما ببینیم که این محتوای گم شده. بنابراین ما صراحتا عرض میکنم شما جایگیری، ما جمهوری نداریم الان، حتی اسلامی هم نداریم. یه ملغمی است از اینها، اجتماع نقیزین، یا هم به قول قدیمی ها و به قدیمی های گفتمانی فلسفی سیاسی خودمون، این اجتماع نقیزین یا اجتماع ضدینه، و این اجتماع ضدین باعث کشش ها و کشمکش هایی شده که امروز این رو تحویل ما داده. بنابراین ما اگر صحبت میکنیم درباره محتوا و اشکال دوگانه، در مورد آینده است، نه در مورد حال. من چون درباره زمان صحبت کردید، آخرین سوالم اینه، راه دیگه‌ای در شروع داشتین که اصلا جور دیگه‌ای شروع کنیم؟ بله بله، آقای خمینی زمانی که وارد ایران شد، مستقیم رفت کجا؟ قم. رفت قم، درسته. بنای ظاهری بنا این بود که آقای خمینی به عنوان به جای اون رئیس جمهور سمبولیک و پادشاه سمبولیک، رهبر سمبولیکی داشته باشه. حالا شکل سومش بود، چیزی سومی که در جهان تجربه نشده بود، رهبر مذهبی بشه
جان اون پادشاه مشروطه یا اون رئیس جمهور سمبولیک قرار شد بره قم و اون کارکرد داشته باشه بعضی یه توپ تشریعی بزنه به دولتی ها. ولی رهبر جمهوری یا پایه‌گذار قرار بود که نقش اون دو تا کارکرد که گفتن داشته باشه بره. که بره قم. ولی خب به مرور زمان اتفاقی پیش اومد که اومد و هم نشست در تهران هم مسئولاتی صادر کرد، دولت عوض کرد، تنفیذ رو اضافه کرد، یعنی رئیس جمهور به میزان او مشروعیت نیابد در سیستم پادشاهی مشروطه، نخست وزیر مشروعیتش با امضای چیز نیست، یک احترام یک امضای میزنه، ولی اینجا تنفیذ اومد وارد شد. اتفاقا چه سوال خوبی کرد، ما در برنامه آینده الان یه گوشی یادداشت من داشته باشم در مورد تنفیذ صحبت کنم، چون روزهای اصلا لایو فردا رو شاید گذاشیم تنفیذ چیست، تنفیذ چه ارتباطی به دموکراسی داره، چه ارتباطی با جمهوریت داره و تنفیذ در اصلا تنفیذ در جهان داریم یا نداریم، شکلی که ما داریم یعنی چی، معنیش چیه و اینها. حالا پس بنابراین ما میتوانستی شروع خوبی داشته باشیم، یعنی وقتی که آقای خمینی تشریف آوردن اگه یادتون باشه شکل جمهوری پارلمانی رو ابدا شروع کردن، چون نخست وزیری بود دیگه، رئیس جمهور هم مثل آقای مثلا که آقای بنی صدر اون نقش سمبولیک رو داشت، منتها یه ذره نقش بیشتری داشت، فرماندهی کل قوات رو داشت که نباید میداشت. اگر از اون ابتدا درست عمل میکردن رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم در واقع کابینه رو امضا میکرد، بعد از رأی مجلس، بعد از که مجلس چیز میشد امضا میکرد، نخست وزیر امضا میکرد، تموم شد میره. ولی آقای بنی صدر یا رئیس جمهور ایران متاسفانه دارای حق فرماندهی کل قوا شد و این برای دموکراسی خطرناکه، چون اونجا دیگه مشکل پیش میاد. به هر حال ما می توانستیم شروع خوبی داشته باشیم، شروع خوبی هم داشتیم با دولت موقت، انتخابات خوبی برگزار شد، مجلس اول ما بهترین مجلس در طول تاریخ جمهوری اسلامی است، از چپ و راست و کمونیست و غیر مسلمان و مسلمان همه در مجلس اول بودن، شورای نگهبان نداشتیم، هر چی به این سو اومدیم جمهوری ما پایه‌هاش لنگ لق و کنده شد و الان هیچ دموکراسی، میز دموکراسی ما کف زمینه و پایه ندارد. من یه مقداری هم دیگه، چون امروز هم آقای جهانگیری میدونه امروز دید چه ویژگی نوشتیم، این ویژگی دسترسی نداره، نمیدونم چه ویژگیه، احتمالا اونجا دوستمون دارن تان میکنم ببینه ما میتونیم کسی رو از بیرون دعوت بکنیم یا نه. و هر روی امروز من برنامه خیلی زیادی داشتم، میتونی صدا کنی آقای شریف؟ چشم من یه لحظه برم یه لحظه علامتی برام اومد نوشت که به این ویژگی دسترسی ندارید. من خواهی نکرد نه بگو بپرسد بگو این چی بود، نوشته بود به این ویژگی دسترسی ندارید، نمیدونم چه ویژگی چی بود. حالا چی نیست ما امروز کار زیاد داشتیم، خسته شدیم، اومدم خودم تبریک بگم که کاناله حالا بعد از مدت ها راه اندازی شد، کانالی که الان داریم برنامه شو میبینید و این باعث شد که انگیزه ما داده از این بعد برنامه های بیشتری داشته باشیم. اکثر برنامه رو با سجاد خواهم رفت و همکار من در لایف ها سجاد جهانگیری خواهد بود، یکی دو تا خانم محترم همکار دارم که انشالله در آینده ممکنه مصاحبه‌ای با من بکنن، پرسش های شما رو جمع آوری کنن، من در خدمتتون باشم. یکی از دوستانمون آقا محمد خیلی اصرار داره که اصلاح طلب و اصولگرا، چون پیام‌های خیلی زیادی داره توی تیف ببینه و میگه که چرا حکومت اجازه داد اصلاح طلبا برگردن. نظر شخصی من اینه که انتخابات کاملا صحیح برگزار شده مثل همیشه، در بدترین شرایط هم صندوق همیشه اون کرامت و صداقتش رو داشته، خودش هم نشون داده و اصولگرا، نظر من هست، اصولگرا در این دوره با 4 تا 5 تا کاندید در مقابل پزشکیان بودن که دور اول پزشکیان خیلی نتونست فاصله بگیره، در دور دوم بود که تونست خودش رو ثابت کنه. این نشون میده که حکومت دستی نداشته در انتخابات. نظر من هست، اگر چون خیلی پیام میده موضوع داره. سوال مشخص چی بود؟ سوال مشخص اینه که چرا اصلاح طلبا الان به قدرت رسیدن. خب خلاصش رو من خیلی رو. اولا که من تایید میکنم حرف سجاد رو با کمترین آسیب، من معتقدم که مقداری
آرای غیر حلالی وارد شد. حالا اون بماند، داستانش خیلی طولانی میشه اگه بخوام بگم به چه نب، با کدوم پول، با چه کاری، با تهدید و تطمیع و استفاده از امکانات دولتی. به هر حال یکی از کاندیداها استفاده کرد از قدرت و از ابزارهایی که در حاکمیت داشتن. نمیخوام نام ببرم، خود شما میدونید. یه 5-4-5 میلیون ما رأی بودن، ولی رأی حلال نبودن. حالا رأی حلال به قول مرحوم آقای رئیسی باید تفسیر بشه یعنی چی. منظور من از رأی حلال اینه که این آرا اینی نبود که من اسفندیار عبداللهی با مطالعه خودش و رغبت خودش بیاد و به آقای پزشکان رأی بده یا به آقای جلیل رأی بده. یکی مثلا گفته بود کمیته امدادت رو قطع میکنم، یکی گفته بود آقای بخشدار اگر مثلا اینقدر رأی برای من نیاری مثلا بخشدار نخواهی بود اگه من رئیس جمهور شدم. یکی مثلا گفته بود که پیرزن پیرمرد گفته بود که اگر شما نیاین رأی بدید اینها اسلام هوا میکنن، اینا غیر مسلمانان، یزیدن. به طرق مختلف آرای اومد، پول هم بود، کارت هدیه هم بود. اینو من میگم. ولی آرا در انتخابات در مثلا متعارفی برگزار شد که تقلب در اون وسعت در صورت نگرفت. حالا چرا مشارکت کم بود؟ اون که مشارکت اینه که من و 50% از مردم ایران معترضیم، اعتراض داریم به این شیوه اوکراینی که گفتم محتوا از محتوا تویی شده. وقتی میگه از محتوا تویی شده، 5 کتاب باید دربارش بنویسی. از محتوا تویی شده یعنی چی؟ بنابراین نیومدن. اونایی که هم اومدن درست، رأی ها هم شمارش درست بود، شمارش درست بود، ولی آرا حلالی نبود. بعضی از آرا یکی از کاندیداها، مثلا آقای جلیلی، من معتقدم که 10 میلیون 9 میلیون رأی اصولگرایی رو داشت، بقیه‌اش هم با لطایف الهیل به دست آورد، روش جونش، ولی برنده هم نشد. اما چرا اصلاح طلبان چیز شدن، وارد قدرت شدن؟ یه جمله از 5 ماه پیش من دارم میگم، اون جمله رو تکرار میکنم، شما هم بشنوید. چرا به اصلاح طلبان اجازه ورود به قدرت داشتن؟ چون در بدترین جمهوری اسلامی، در بدترین حالت و دوران خودش بود. من نیاز به این کلمه رو میگم، من نیاز به ریکاوری داشت. جمهوری اسلامی نیاز به ریکاوری داشت و با تمام رغبت و میل و اراده میخواست که انتخابات نسبتاً رقابتی بعد از اینکه توسط شورای نگهبان قلمرو شدن کاندیداها، کاندیدای زیادی بودن دیگه، یه چند تاییشون و آقای پزشکیان هم برای تکمیل جنس آوردن. بعضیا میگن که نهاد قدرت، هستی مرکزی قدرت این برنامه رو چیده و اتاق فکرش تمایل داشت که یک اصلاح طلب بیاد و این ریکاوری رو انجام بده، مشروعیت صندوق رو برگردونه، روابط دنیا به خاطر ارزش ریال و به خاطر گوشت و هم مسائل دیگر درست بشه. بعضیا میگن نه، این نظام فکر نمی‌کرد که در این قهر با صندوق پزشکیان رای بیاره به هر ترتیب، ولی نظام به ریکاوری نیاز داشت و این ریکاوری رو انجام داد. به همین دلیل اصلاح طلبان کامل به قدرت نرسیدن، یک اصلاح طلبی به قدرت رسیده که نزدیک به حاکمیت و نزدیک به گفتمان اصولگرایی. این در باره آقای پزشکیان خیلی شما اصلاح طلب نمیدونید؟ نه خیر، نه. من اصلا این حرف الان من نیست که خود آقای پزشکیان میدونه. این حرف تقریبا قبل از اینکه بره انتخاب برسه وزارت کشور ثبت نام کنه، من گفتم ایشون یک اصلاح طلب تمام عیار نیست. اصلاح طلب از نظر من اینه که معتقد بازنگری قانون اساسی باشه. از نظر من شاید اشتباه بکنم، به هر حال شاید اشتباه بکنم، ولی اصلاح طلب اون حد لول بالاش تاجزاده است برای من. اصلاح طلب میان آقای خاتمی، اصلاح طلب اصولگرا آقای پزشکیانه. کدومشونو تایید میکنید؟ آقای خاتمی رو. اصلاح طلبی است که میگه ما به صخره ستبری خوردیم و نیاز به یک سری بازنگرایی در قانون اساسی داریم. آقای موسوی. آقا من چقدر سیگار لازم شدم ها. الان میخوام تلفن رو بدم به تو. شما کم صحبت کم بکشید. من الان نمیدونم یعنی سیگار نکشم. خبر خوش بهتون رسید. دیگه استرس هم داشته. من الان بچه‌ها، سینا چطوری؟ سینا خوبی؟ چه خبر؟ سینا هم اومده. ای سینا واقعا مرده، مرد میدانه. من خیلی سینا رو دوست دارم. البته سعید آسمان هم همینطور. خیلی برای من جای
ارزشمندی در دل من دارن. کوشش عزیزم، آسمان عزیزم، ماربارو بکش. آسمان سعید میگه آقا من میخوام سیستم بدن دست رو برم سیگار بکشم. بچه‌ها من یه سیگار میکشم، دو سه دقیقه دیگه آقای سجاد جهانگیری شما همینجا سوال بفرستید تا آقا سجاد یادداشت کنه. من اومدم سوالات رو بپرسم، واسه کل سوالاتی که شبیه همین در دو سه تا سوال جمع شروع کنید. ببخشید، عذرخواهی می‌کنم. ببخشید، اینم میکروفون رو بگیرید، من یه چای بخورم، سیگار بکشم. بگید آقای شریفی براتون درست. خب من در خدمتتونم دوستان. البته آقای عبداللهی قول داده سیگارشو کم کنه. سوال خیلی خوبیه دوست من آقا سینا. الان شورای نگهبان منحل بشه چه اتفاقی میفته؟ من یادداشت کردم آقای کاوه هم که خیلی نگران و ناراحت. خب آقا سینا بحثش گرم گرفته با آقا کاوه، حالا اگر اشتباه میکنم آقا کوروش، درباره نظام سوسیال دموکراسی آقای عبداللهی. آره مثلا با هم سوال دارن یادش کن. من چش. یه سوال جالبی که هست اینه که حالا شورای نگهبان منحل بشه چه اتفاق میفته؟ برای خودم هم سوال اصلا امکان پذیر هست یا خیر، اونم یک سوال دیگه است. اینکه آیا رئیس جمهورا بهش ایراد گرفتن یا نه، اونم پرسیده میشه. راه نجات امپراتوری هست. مگه قراره به چند صد سال قبل برگردیم؟ من بعید میدونم الان هیچ ایرانی آگاهی به امپراتوری فکر کنه، پادشاهی و این چیزها. نه، ولی دیگه اصلا شکل نمتواز چیزی اشاره. بیشتر جنبه پادشاهیشون فکر کنم در نظرشونه. خب دوستان، دو تا دوست خیلی فعال داریم، آقا محمد و آقا سینا. من آقا سینا که شریک رفیق من. آقا کاوه هم که خیلی خسته است. شما هم یه چایی بخورید. بله. دیدگاه امپراتوری، ببین امپراتوری یک کلمه است،
منظور شما اگه پادشاهی آقای عبداللهی نه آره آقای عبداللهی توضیح میدن من فکر میکنم شما یک چهره جالبی از امپراتوری های حالا قدیم تو ذهنتون هست که آقای عبداللهی براتون کامل توضیح میده امپراتوری ژاپن ایران بشمیم باید محبت مریعت گرفتن از صداد اجوی فرمانه اما یکی گفته آقای پزشکیان باید محبت کند مالیات از ستاد اجرای فرمان امام فرمان امام و آسان قدس و خاتم الانبیا باید ببینیم توانشو داره یا نه خیلی سوال پرسیدن چهار تا کلیدیشو دارم خلاصه میکنم از آقای عبداللهی میپرسن در مورد جناب پادشاهی این بود که آقای پهلوی یک حزب تشکیل دهد و تا زمانی که اکثریت رو دارد رئیس جمهور یا نخست وزیر شود. حالا با توجه من اینو می‌نویسم. آقای عبداللهی اینو توضیح دادن درباره پادشاهی. تا مسئله با جزئیات شفاف نشه بزنتون. من خودم نظرم شخصا این هستش که یک سلبریتی معمولی هم بله بیرون از خاک ایران باشه یه خورده سخت میتونه به ایران برگرده حالا شما دارید راجع به آقای پهلوی صحبت میکنید که بیاد تو ایران یک حزب تشکیل بده من میگم راجع به سری چیزای ملموس‌تر صحبت بکنیم که امکانش تو سالهای آینده شدنی باشه به امید خدا اینجا خیلی بچه‌ها فعالن خدا رو شکر راسته که آقای پزشکیان مجوز آزادی پوشش رو گرفته من بعید میدونم نمی‌نویسن یادم باشه بده چشم اون پوشش رو مجوز آقای پزشکیان اشتراک توضیح داره این 4 تا سال آقای پزشکیان امروز من پادشاه ایران جی شاهزاده ایران هم بود من توضیح بشه چشم من همه سالا رو دارم چکید از اون مجوز آزادی پوشش را گرفتم این الان برای شما سواله یا سوالتون اینه که امکان پذیره من اینو از آقای عبداللهی میپرسم از شما خیلی تشکر میکنم آقای عبداللهی ما هم نسبت به ایشون ارادت ویژه داریم آقایی که اسمتون مشخص است میگید من میکروفون داشتم طرحتون رو میگفتم چکیدش رو بگید ما هم شاید جالب باشه برامون دست در نکنه موسیقی سلام دوستان بطرم شما هم بیرد کات لطفا نمیشتر خب اگه آماده هستی من چند سوال هم پایه رو بده خب دوستان اینستاگرام سلام عرض کردم من در حال اجرای برنامه در کانال یوتیوب هستم کانال راوچا
در حال اجرای برنامه هستم و مستقیم با یوتیوب صحبت میکنم. اگر نگاه هم به سمت شما نیست عذرخواهی میکنم و نگاه هم به سمت دوربین یوتیوب خواهد بود. شما هم میتونید اینجا گوش کنید اگه صدای مناسب هست، هم میتونید مستقیم در کانال یوتیوب تشریف بیارید و اونجا برنامه رو دنبال کنید. تا الان چقدر شده؟ 1 ساعت و 50 ثانیه در یوتیوب صحبت کردیم، شاید یه 20 دقیقه دیگه هم صحبت بکنیم. الان من جناب دایی علی سلام عرض کردم، الان در کانال راهبچه ها یوتیوب هستم، برنامه رو اونجا دارم اجرا میکنم. نگاه هم به سمت اینستاگرام نخواهد بود، عذرخواهی میکنم. آقا جهت اطلاع اومدم در جریان بخشی از برنامه یوتیوب قرار بگیرید. میکروفون هم اینجا نداریم، یعنی در واقع گوشی اینستاگرامی که الان دارم برنامه میذارم میکروفون نداره. میکروفون ما وصل به لپتاپ و وصل به یوتیوب. من عذرخواهی میکنم، اگر میخواین صدای واضح بشنوید و برنامه رو ببینید لطفا تشریف بیارید کانال راهبچه ها در یوتیوب. آره دیگه اینجا هم مینویسی صدا ضعیفه، دیگه نمیتونم پاسخ بدم، عذرخواهی میکنم. من در یوتیوب در خدمت شما هستم. خب آقا خوبی؟ چیکار کردی؟ من یه سوالی که اولین سوال بچه‌ها بود ازتون بپرسم اگه مشکلی نیست. درباره امپراتوری حالا یا چه بلندتر که صدا تو میکروفون برسه. درباره امپراتوری حالا چکیده صحبت دوستان این بود که آیا پهلوی امکان اینو داره که توی ایران یه حزب تشکیل بده؟ این که من پاسخ دادم. بله. پهلوی نه. من کاری کردم به کلمه، من با کلیت پادشاهی مشروطه کار دارم. با اسامی کار ندارم. که این پهلوی باشه، این قاجار باشه، چی باشه. من میگم که دو تا شکل داریم، دو تا شکل حکمرانی داریم، شکل پادشاهی مشروطه و شکل جمهوری. شکل پادشاهی مشروطه هر کس به هر اسمی و خانواده معتقده میتواند برای رسیدن به آن شکل حزب تشکیل بده، که کما این که خانواده پهلوی مشروطه خواهانی که طرفدار پهلوی هستند حزب دارند. بله. همین الان هم آقای پهلوی داره فعالیت میکنه. یکی پرسیده بود، من اونجا نشسته بودم شنیدم، یکی پرسیده بود که آقای پهلوی، رضا پهلوی بیاد به ایران. بله بله. مشکل ما الان واقعا نیست حالا اصلا بیاد به ایران. ما اصلا مگه مردم ایران از حیث محتوا و بزرگان و الیت، حالا کاری به مردم فعلا نداره، چون مردم در مرحله رأی نظر خواهند داد، مرحله توافق، مرحله شورای گذاره. بله. آیا مردم ما از داخلی تا خارجی گرفته مگر به یک محتوا رسیدند؟ هنوز محتوا نرسیدند. محتوایی که ما اول انقلاب رسیدیم که ناقص بود. لذا ما ببخشید، ما از نظر محتوا الان مشکل داریم. اگر الیت جامعه، یعنی از که آقای که پادشاهی خواهان و جمهوری خواهان و کمونیست ها و اسلام گرایان و همه به همه در زمره الیت هم. اگر الیت ما در یک میزی نشستن، میز بزرگی نشستن و به یک محتوای مشخص رسیدن، آن زمان این شکل هاشون رو، شکل پادشاهی مشروطه را، جمهوری رو، اسلامی رو، هر چی هست رو به رأی مردم میذارن رفراندوم. اگر شکل پادشاهی مشروطه رأی آورد، آقای پهلوی بیاد و به قول معروف در شکل پادشاهی مشروطه به قول معروف اجیز کنه، اعمال حکمرانی کنه. اگر نه، شکل جمهوری اومد، ایشون هم شریک باشه در جمهوری و اگه میخواد رئیس جمهور بشه، خودش به رأی مردم بذاره رئیس جمهور بشه. بنابراین بحث اومدم همین کسی که یه بحث فکاهی من فکر میکنم، چون ایشون اصلا رئی رو قبول نداره، بنا رو بر این داره که بیاد یه ساختار دیگه‌ای رو. خب بقید طبیعتا و امکان پذیر نیست در این چارچوب. به نظر من میگم همون جمهوری ما در این چارچوب امکان پذیره، اون امکان پذیر نیست. بله. بنابراین من برای همین میگم که از حیث فکاهی رو نظرم، از حیث محتوا باید یه نتیجه برسن بزرگان ما. همه حق دارن آقای جنگیری، که همه حق دارن که حرف خودشونو بزنن، همه حق دارن که آرزوی خودشون داشته باشن. آقای پهلوی طرفدارش هم حق داره. این فکاهی به نظر من نیست. این یک در واقع اونها فکر میکنن که میتوانن این کشور خدمت کنن، مطور راهی الان براشون نیست. در قالب جمهوری اسلامی قطعا کسی نمیتونه از اونجا بگه که مثلا ما میمونیم لنگش کن تا زمانی که وارد عرصه نشه. وارد عرصه شدن خب طبیعتا در این زمان طبیعی نیست. جناب عبدالله یه سوال سخت میتونم بپرسم؟ معذرت میخوام. یه چیزی که حالا من خودم قبلا خودم اصلاح طلب می‌دونستم ما رو اذیت می‌کرد، ما اصلاح طلب‌ها رو، یعنی ما کسایی که زمان ما میگفتن دو خورده، این بود که اصلاح طلب‌ها از بعد از آقای خاتمی و از سال‌های آخرش یه ما نمی‌توانیم داشتن، ما می‌خواستیم نمی‌شد. اینا من تو صحبت‌های شما هم می‌بینم که
یکی از نگرانی‌های مردم که فکر کنم بیش از 40% یا 50% رأی ندادن این بود که آقا اینم نمیتونه کاری انجام بده، چون توی پیام هم خیلی بود که آقا اصلا اصلاح طلب و اصولگرا الان تو ذهن مردم تقریبا یه شکل میدونن، خود شما هم آقای پزشکیان رو اصلاح طلب ندونستید. یعنی من فکر میکنم اون 10% که تو مرحله دوم اومدن به آقای پزشکیان رأی دادن برای نجات، به قول خودتون یه بار مثال زده بودید که اصلاح طلبا رو از تابوت بکشن بیرون، یه نفس دوباره بهش بدن. آیا امکان پذیر هست؟ آیا این کی بالاخره میتونه؟ شما خودتون نظر نهاییتون چیه؟ بالاخره امکانش هست؟ شما همش دارید جسارت میکنم، من همون دارم ناامید میشم، میگن که آقا نمیتونم، نمیشه. مثلا همین قضیه عرض کنم خدمتشون، بحث مجوز آزادی رو پوشش رو گرفتن یا نه، اینو اگر توضیح بدیم میتونیم بفهمیم اولین گام شما. نه این میتونه یه سوال مستقلی. بله بله چشم. اینو اگر جواب بدیم فکر میکنم 30% جواب. الان جواب به بس ناامیدی رو بدم. ببین اولا که خواهش میکنم. اولا که در ناامیدی بس امید است. بله. پایان شب سیاه روز سپید است. در همین قالب آقای پزشکیان بسیاری اومدن و با امیدواری اومدن که نه 100% یا 30%. من در یک شروطی که گذاشته مطالباتی که در 20 چرت آوردم گفتم این امیدی اینا رو می‌نویسم که نه 100% اینا که 30% اینا محقق باشه. بنابراین اگر بتونیم از همین روند این 30% رو به دست بیارن خیلی خوب. ولی اینکه اصلاح طلب از قدیم گفتن نمیذارن، راست گفتن. ببینید یک سری از ساختارهای ما هست، از جمله شورای نگهبان. شورای الان یک سال هم دمو شورای نگهبان دیگه بلد. شورای نگهبان میگه آقا من قبل از شما انتخاب میکنم، قانونی هم هستم، غیر قانونی نیست. میگه آقا من قبل از انتخاب، قبل از اینکه شما مردم بخواید انتخاب کنید، من انتخاب میکنم. بهش میگن نظارت استصفا. بنابراین این یکی مقدمه است برای اینکه نمیگذارن. خب نمیگذارن، یه نمیگذارن دیگری برای شما بیارم. یک سازمانی به هست به نام سازمان شفافیت مالی و بانکی FATF، مخفف سازمان مالی و بانکی بین‌المللی به قول معروف هست که در کل کشورهای جهان تقریبا عضو میشه. اون سازمان 41 کنوانسیون داره. دو کنوانسیون این، یکیش پالرمو و یکیش CFT. این دو تا کنوانسیون در ایران باقی مونده، امضا نشده. سازمان FATF به خاطر اینکه ایران این دو تا کنوانسیون نپذیرفته، بانک های ایران را در بلک لیست گذاشته است. آقای محسن رضایی زمانی که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، یه شورای عالی تشکیل داد، شورایی که حق مجمع تشخیص مصلحت نظام فکر کنم میشه با من نیست. نه کامل حواس نپاس. بله سوالای دیگه چون بود. من بیشتر به اون که من پاسخم با پاسخ شما رو باید بدم. بله بله در خدمت هستم. مجمع تشخیص مصلحت نظام ذاتش برای قانونگذاری نبوده، ذاتش برای رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بوده. هرگاه که مجلس یک قانون رو تصویب میکند، شورای نگهبان باید تاییدش کند که آیا با قانون اساسی و شرع مطابقت دارد یا ندارد. شورای نگهبان این یه قانون میده اونجا، میگه این با قانون اساسی مطابقت ندارد، اختلاف رو قرار بود مجمع تشخیص حل کنه. مجمع تشخیص میگه نظر مجلس رو میپذیرم، نظر شورای نگهبان هرچی این گفت میشه فسخ خطام در واقع مسئله رو خطام. حالا در مورد FATF مجلس تصویب کرد، شورای نگهبان هم تصویب کرد، یه بندش موند، رفت مجمع تشخیص. مجمع تشخیص علاوه بر اینکه اختلاف رو رفع نکرد، اون رو نگه داشت و نذاشت تصویب بشه و باعث شد که هنوز بانک‌های ما در تحریم باشن و در بلک لیست باشن. بنابراین اونجا کی داره میکنه؟ خب منصوب مستقیم رهبری هست و اونجا باعث شد که بانک های ما برای خرید مثلا 4 تا گوسفند از ترکمنستان، بانک ما نمیتونه LC باز کنه، نمیتونه اعتبار بده به بازرگان ما، قفل شدیم از همه نظر و پول ما قفله، بانک ما قفله، چین پول ما رو نمیده چون سیستم بانکی باز نیست که پول ما رو بده. دو تا کنفرانس مونده نمیگذارن. یعنی این وقت میان نمیگذارن، یعنی دو تا لایحه آقای خاتمی میده به مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا قرار تصویب بشه، یه حکم میاد میگه آقا حق نداره این لوایح تصویب کنه در حالی قانون اساسی چنین چیزی نگفت. نمیگذارن یعنی این. با این وجود، با همه این حرف و حدیثا، باز امید هست، چون به هر حال من گفتم که نظام جمهوری اسلامی احساس نیاز کرده به یه ریکاوری. با امیدوارم که از طریق آقای پزشکیان برخی از گره ها باز بشه، از جمله گره شکاف اجتماعی بسیار خطرناک
مال حجاب و حجابان و طرح نور و اینها، از جمله گره باز شدن گره افیتیف، از جمله باز شدن روابط عادی با دنیا، روابط عادی همون جوری که کدومشون هستن بسن، همون جوری که آمریکا در دبی، در ترکیه، در غرجستان، در ترکمنستان سرمایه گذاری میکنه، اونجا میان میخورن مینوشن هتل دارن فلان دارن، ایران هم چنین کشور عادی تبدیل بشه. و امیدواری دیگر این که در واقع قدرت ریال یکی از گرفتاری ها ما چاهای نفت و گاز مشترک با همسایه هاست دارن مک میزنن، چه میدونم تلمبه میزنن، مکش میکنن، اصلا هم ما رو میبرن. خب اینا به خاطر چی؟ به خاطر این تاسیسات و زیربناهای ما و زیرساخته های نفتی و گازی ما قدیمی هن و دنیا به ما ابزار و ماشین جدید نمیده، حتی روسیه هم نمیده، یه شما تحریمی. اگر روسیه میگه اگه من فلان ماشین چاه نفت رو شما بدم، شرکت مثلا جنرال موتور منو تحریم میکنه، چون 50% شرکت اینجا سهام داره، یا آقا من نمیذارم تو ایران بفروش. چین پول نمیده، یه میترسن بانک مرکزی آمریکا منو تحریم کنه. بنابراین و ابزارهای ما قدیمی میشه و گازهای ما میسوزه و از قطر مک میزنه و مکش میزنه و گاز ما رو میبره میفروشه. این مشکلات ماست. کدوم زودتر میتونه به نتیجه برسه؟ به نظر من FATF و بعدش هم رابطه با آمریکا. حالا درباره نمیگذارندها یکی سوال پرسیده که یکی از دوستان فکر می‌کنم آقا محمد، اگر شورای نگهبان، ببخشید سوالش خیلی کلی و کلیدیه، اگر شورای نگهبان منحل بشه چه اتفاقی میفته؟ هیچ اتفاقی نمیفته. شورای نگهبان منحل بشه، حتما قدرتش میره تشخیص مساحت نظام. نه اصلا ببین، شورای نگهبان یه نهاد قانونی است. خیلی از نهادها مزاحمن. آقا یه اصلا چرا شورای نگهبان؟ شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دادگاه انقلاب، دادگاه انقلاب، کدوم انقلاب؟ شما میتونید بگید کدوم انقلاب؟ انقلاب 57 دیگه. نه دهه 60 که دادگاه انقلاب گرفتن. من تو از شورای دادگاه منظورم اینه، یعنی اون هنوز انقلاب 57 اون مسئله رو حل میکرد، تو الان منظورتونه؟ الان من میخوام بگم یه دادگاه جدیدیه. حالا میگم که نهاد شورای نگهبان تنها نیست، نهادهای زیادی هست که اینا مستلزم بازنگری در قانون اساسی است. صرف این که شورای نگهبان برداشته بشه مشکل حل نمیشه. اینو میخوام پاسخ بدم. حالا الان میگن شورای انقلاب یا میگن دادگاه انقلاب. آقایون ما اصلا انقلاب نداریم، ما 57 انقلاب کردیم تبدیل شد به چی؟ جمهوری اسلامی. بله انقلاب شد، نهادسازی شد، ما یه حکمرانی درست شد به نام جمهوری اسلامی. انقلاب معنی نداره دیگه که ما بگیم دادگاه انقلاب. دادگاه انقلاب برای روزهای اول انقلاب تشکیل شد و دیگه ادامه آن غیر قانونی است. این یکی از مشکلات من عرضم همین بود. چرا از دهه 60 تا الان ادامه داده؟ بخاطر اینکه زور نهاد جمهوریت به زور نهاد زورش به نهاد اسلامیت نرسید. زور نهاد انتخابی به نهاد انتصابی نرسید. دقیقاً. الان آقا من یه بار تکرار میکنم، لزوم دادگاه انقلابی که مختص انقلاب است چیست؟ آیا ما انقلاب داریم الان؟ ما داداری انقلابیم؟ نه خیر، انقلاب در 22 بهمن شکل گرفت، در 1358 رفراندوم تمام شد. از 12 فروردین 58 که انقلاب که جمهوری اسلامی تصویب شد و قانون اساسی تصویب شد، به رفراندوم گذاشته شد، 98% رأی آورد، انقلاب تمام شد. بنابراین سازمان هایی که پسوند انقلاب داشتن هم تمام شد. الان ما داریم باید تمام میشد، باید تمام میشد. بنابراین مثلا ما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نباید داشته باشیم، سپاه پاسداران ایران باید داشته باشیم. اگر لازم باشه که من میگم لازم نیست، یه ارتش باید داشته باشیم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی که مردم پاسدارش بودن، بنابراین نیاز نیست. دادگاه انقلاب غیر ضروری، غیر قانونی و زائد است. شورای انقلاب فرهنگی زائد است. انقلاب به چه معنی است آخه؟ شورای عالی فضای مجازی یک نهاد غیر انتخابی قانونگذار غیر قانونی است. همه دارن میگن موازی با مجلس شورای اسلامی داره قانون، تنها نهادی که میتونه قانونگذاری کنه شورای مجلسه. هیچ نهاد دیگه حق قانونگذاری نداره. شورای عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام که داره قانونگذاری میکنه غیر قانونی است. گرفتاری ما شورای نگهبان تنها نیست که اومدیم شورای نگهبان از دستش در رفت، یه خاتمی، یه پزشکیانی بیچاره رئیس جمهور اومدیم شورای نگهبان از دستش در رفت، یه پزشکیانی، یه خاتمی، یه شخص دیگری رو از فیلترش رد کرد و این اومد به مردم قولهایی داد. آیا شورای عالی فضای مجازی میذاره؟ نمیذاره، در حالی که غیر قانونی هم هستا. آیا دادگاه انقلاب میذاره؟ نمیذاره. آیا قدرت نمیدونم اقتصادی سپاه میذاره؟ نمیذاره.
گرفتاری ما این هاست. من یه سوال دیگه ازتون بپرسم. دوستان ببخشید، من دوستان اینستاگرام که خدمتون هستم و احیانا صدا ضعیفه، من با دارم با کانال یوتیوب صحبت میکنم، نه اینجا. کانال یوتیوب میکروفون داره، دوربین داره، اونجا داریم صحبت میکنیم. این هم جهت اطلاع رسانی اومدم اینجا که به شما بگم که اونجا در یوتیوب در خدمت شما هستم. یکی از دوستان پرسیده که قانون مشروطه از قانون اساسی امروز بهتره؟ نه، قانون مشروطه یک قانون ابتدایی توسعه نیافته است که در طول 45 سال انقلاب کردن، درسته؟ بله. اگر مشروطه برپا بود، قانون مشروطه برپا بود، یا آقای رضا شاه پهلوی تیک پارش کرد، آقای رضا شاه پهلوی خیلی خدمت کرد ولی به مشروطه خدمت نکرد. به عنوان مشروطه، مشروطه همون محتوای دموکراسی که عرض کردم، مشروطه رو متوقف کرد و اومد پادشاهش رو قبول نداشت کردن و اومد پادشاهی مطلقه رو آورد، در حالی که اونجا پادشاه مشروط بود، درسته؟ پادشاه مشروط. آقای پهلوی خودش رو از شرط خارج کرد، از شرط، و شد مطلقه. خدمت زیر ساختی، نمیدونم دانشگاه ساخت، نمیدونم چی ساخت، راه ساخت، ریل ساخت، مؤسسات فرهنگی ساخت و همه چی، دادگاه مدرن ساخت، خیلی چیزها ساخت. اما در مورد مشروطه، حالا آیا قانون مشروطه کامل بود؟ خیر، قانون مشروطه یک قانون ابتدایی بود، حتی اسپانیا هم ناقص بود اون دوره قانونش، الان تکمیل شده. همون دوره که ما مشروطه داشتیم در خیلی از کشورها دیکتاتوری نظامی بود، بنابراین ما جلو بودیم، منتها نیاز به وقت بود که قانون توسعه پیدا کنه. شکل نیمه توسعه یافته قانون مشروطه در قانون خودمون دیده شد، نه این در قانونی که در سال 68 بازنگری شد، نه اون، و قانون قبلیش و در مذاکرات قانون اساسی شکل توسعه یافته قانون مشروطه بود. اگر خدا خیرشون بده میذاشتن الان اون مدرن قانون رو ما داشتیم. نه خیر، مشروطه اون قانون اساسی نیاز به زمان 45 ساله داشت تا امروز توسعه پیدا کنه که فرصت نکرد. اونجایی که نو یادداشت کردید همون شدن؟ بله. سوالایی داشتن که یه مقدار مرتبط نیست، مثلا درآمد آسان بورس کجا میره و چرا من باید مالیات بده و من فکر می‌کنم. امیدوارم که خیلی سوال خوبی است واقعا. امیدوارم که نه تنها آقای پزشکیان و نهاد جمهوریت، نهاد انتخابی، این نهادهای انتصابی و نهادهای مرتبط با مقام معظم رهبری نیز برای خدمت به این کشور نهادهای اقتصادیشون رو بس کنن به سازمان امور مالیاتی. آقا دارن کار میکنن، کارتلن، تراستن، قدرتمندن، پول دارن، نفت دارن، جاه دارن، اسکله دارن، باید پول بدن، باید خدمات بدن. آقا تا زمانی که شما خدا بهتون داده قدرتمند شدید و دستتون به منابع میرسه و بسیاری از منابع زیرزمینی و روزمینی در اختیار شما نهادهای اقتصادی است، به دولت خودتون مالیات بدید، چه اشکالی داره؟ آستان قدس نهاد اقتصادی است، 2% مذهبی است. آقای جهانگیر، آستان قدس 2% مذهبی است، 80% 98% اقتصادی است. آقای 98% مالیات بده. یکی از دوستان آقا سینا خیلی اصرار داره که بدون آیا نظام سوسیال دموکراسی در ایران امکان پذیر هست؟ سوسیال دموکراسی نظام نیست، شکله، اصلا شکل هم نیست، شاخه ای از شکله. الان من اجازه دارم توضیح بدم؟ بله، در خدمت هستم. همون جوری که گفتم دو تا ما شکل داریم یا سه تا: حکومت اسلامی، حکومت جمهوری، حکومت مشروطی پادشاهی. سوسیال دموکراسی یکی از نگرش هایی است که میتونه هر 4 سال یه بار بیاد بره، مثل قانون اساسی یا مثل نیست. یا امروز پایدار نیست. نه پایدار که اینجوری اصلا، شما اصلا نگو سوسیال دموکرات، بگو جمهوری خواه و دموکرات. دقیقاً چیزی که شما بعدا جمهوری خواه و دموکرات مگر کاری به قانون اساسی آمریکا داره؟ نداره. سوسیال دموکراسی، لیبرال دموکراسی، درست؟ دو تا تفکر و گفتمان در قالب جمهوریته، در قالب سیستم جمهوری است، حتی در قالب حکومت مشروطی پادشاهی هم هست. حزب سوسیال دموکرات ایران در مشروطی پادشاهی رأی آورد، 20 کرسی گرفت، دوری بعد 20 کرسی نمیگیره، حزب رقیبش کرسی میگیره. بنابراین سوسیال دموکراسی بله در قالب نظام جمهوری
بعد 8 سال قدرت داشته باشه. آخ 4 سال قدرت داشته باشه. خیلی هم ممکنه 20 سال ممکنه هم 20 تکرار بشه تکرار بشه. ببینید آقایون خانم ها عزیزان، نظام سوسیال دموکراسی، نظام لیبرال دموکراسی، نظام چیش، اینها حرکت های انتخاباتی است، اصلا نظام نیست. در قالب جمهوریت من یه دوره ای رو حتی در قالب پادشاهی مشروطه فرق نمی کنه. فرق نمی کنه. شما مگه در انگلستان مثلا سوسیال دموکرات ندارید؟ بله دارید. حزب کارگر ندارید؟ ما جمهوری خودمون رو گفتیم. نه نه، منظورم اینه که در حد تاش قابل اجیزه. بله. ببین در انگلستان ما یه حزب چپ داریم، یه حزب راست، یا به قول معروف حزب محافظه‌کار و حزب کارگر، درسته؟ بله. حزب کارگر سوسیال دموکرات در قالب نظام مشروطی پادشاهی میاد و از مردم رأی میگیره و دولت تشکیل میده. دوره بعدی هم حزب محافظه‌کار لیبرال نمیدونم سنتی میاد و از مردم رأی میگیره و کرسیای بیشتر میاره، نخست وزیر تعیین میکنه. این ربطی به نظام حکمرانی اصلی نداره. آقا سینا فرمودن که برای ترمیم شکاف طبقاتی یک مرام سوسیال دموکراسی برای ایران مناسب نیست. توضیح دادن الان فکر. من شخصا خودم که آدم لیبرال دموکراتی هستم، سوسیال دموکرات نیستم. بله بخشی سوسیال بهتر از لیبرال نیست؟ نه اصلا اونم لیبراله دیگه. من اون دیگه لیبرال. بخشی ببین ما دو تا چیز داریم، دو تا شکل انتخاباتی داریم، حزبی هست، این حزبیه. سوسیال دموکراسی وقتی شما نظام جمهوری رو پایه‌های دموکراسی با تفکیک قوات شکل دادی، محتوات شکل دادی، شکل حکومت هم اومد و مشخص شد، احزاب با هم رقابت میکنن. ممکنه یه دوره مردم بگن این شکل خوبه، این رفتار خوبه، یه دوره مردم بگن نه لیبرال دموکرات ها خوبه. این قضیه در سوئد، در نروژ، در آمریکا، در انگلستان، در همه جا رایجه. الان اسکاندیناوی اکثر دولتاشون دولت‌های سوسیال دموکرات هستند، نه اون سوسیال دموکراتی که قولنا کاملا دولت رفاه باشن، نه، سیستم کاپیتالی حاکمه، تولید آزاده، کارخانه‌ها بخش خصوصی اونجا قدرت داره، ولی خدمات دولتی و دولت رفاه رو در قالب سوسیال دموکراسی اونجا اجرا میکنه. بنابراین سوسیال دموکراسی چیز خوبی است. ما حالا حداقل نمونه‌هاش در اسکاندیناوی داریم، می‌بینیم موفقه، آره خوبه، ولی ممکنه مردم رای بدن به لیبرال دموکرات ها. چیکار کنیم؟ حالا بعضی از دوستان راجع به مهاجرت صحبت هایی دارن که من خیلی ورود نمی کنم. در برنامه ان شاء الله بعدی در مورد مهاجرت صحبت اگه تموم شده ما بریم. بله بله. مرسی دوستان که ما رو هم رایید. اینجا یه صحبت بخیر. بله بله. آقا به درد ما نداری. قربانت متشکرم. خداحافظی می کنم دوستان. می‌کنم خدا قیمتشون. خب من اینجا دوستان یوتیوب ببخشید. ممنونم دوستان یوتیوب، عذرخواهی میکنم. من یه سلام علیکی با برادران خواهرانم در اینستاگرام بکنم، چون برای اونجا هم داره میره صدای ما. ببخشید. سلام عرض میکنم خدمت همراهان عزیز اینستاگرام. من در واقع برنامه مادر یا پلتفرم مادر در یوتیوب هست. امروز به دلایلی خیلی خوشحال بودم، این خوشحالی رو به دوستان در یوتیوب انتقال دادم. اونجا یک ساعت و تا الان 23 دقیقه و 57 ثانیه صحبت کردم. اینجا را هم من لایوش گذاشتم که شما بدونید من کجا هستم و شما را هدایت کنم به سمت کانال یوتیوب، کانال راهوچا. کانال راهوچا رو میتونید شما در استوری آخر من ببینید، لینکش اونجا هست. به فارسی هم میتونید در یوتیوب سرچ کنید راهوچا. اینجا برنامه زنده دارم، البته تموم میشه ولی نسخه سیف شدهش، نسخه ضبط شدهش رو من منتشر خواهم کرد و شما میتونید ببینید. من با شما دوستان اینستاگرام خداحافظی میکنم و خداحافظی پایانی رو هم از دوستان یوتیوب خواهم کرد. خدا نگهدارتون. خب دوستان عزیزم ببخشید، من چون عینک دوربینم رونای آوردم و نمیدونم شدم گمش کردم، چند روزه میگردم دنبالش، بیشتر پشت فرمون استفاده میکنم و برای خوندن کامنت های شما. چند روزی که ندارمش، باید دارم این عینک جدید بگیرم، یا باید بگم دنبال انبار و این برابر ببین کجا افتاده کف ماشین. آه نگفتم بهتون، من دیروز باتری ماشین رو هم دزدیدن، کامپیوتر ماشین رو دزدیدن، پیاده شدم گرفتار شدیم به قرار.
آره ببین اینکه کجا افتاده، تو ماشین افتاده، ماشینم خودش هم اون گوشه افتاده، کامپیوتر نداره. به هر حال تعطیل هم هست، تعطیلات، خواستیم بریم مسافرت، ماشین نداریم، فریادرسی هم نیست که بیا ما رو ببره این ور اون ور، تنهاییم دیگه، آدم مستضعف هم پول نداره ماشین در بس کنه، بنابراین باید بگیم تو خونه بشینیم و لایو بریم، کار دیگه که بلد نیستیم بکنیم چون ماشین نداریم، پول هم نداریم، پول که بریم این ور اون ور، اگه ماشینه بود یه بنزینی بهش میزدیم حالا میرفتیم. ماشین رو هم آقای دزد محترم اومد و کامپیوترش رو برداشت، الان باید 8 میلیون من جور کنم، 8 میلیون من جور کنم برم و کامپیوتر بخرم. این از داستان ما در گرفتاری. و آقای جانگیری قندم خرید، تا الان با نبات ما چای میداد، الان دیگه میخواد با قند ما چای بده. آقا من گفتم نبات فکر نکنید نبات چیز دیگه بغلش هست، نه خدا وکیل. آقای جانگیری تو شهادت بده که ما فقط نباتشو داریم و بساط دیگه شو نداریم. آره یه وقت خیال بد نکنید، چون قند نبود از نبات استفاده کردیم، به دلیل دیگه نبود. این هم از این. دلم نمیاد با تو خداحافظی کنم. بله کاوه هم میگی که نه کاوه جان فقط کامپیوتر بردن، فقط کامپیوتر بردن. خیلی خوشحال شدم، خدا میدوند خیلی خوشحال شدم در خدمتون بودم. من این شوخی هم با شما میکنم، عذرخواهی میکنم. از این بعد من با آقای جهانگیری سجاد برنامه مشترک خواهیم داشت، گاهی ایشون به من کمک میکنن در لایو ها. حالا تیم فنی هم هست که قرار کاری بکنه که بتونیم از شماها دعوت بکنیم در برنامه ها بیاین بالا و صحبت کنیم. انشاءالله به زودی کانال را بچه هم انظر درامزایی را اندازی شد، به این امید که دو ماه آینده اولین دریافتی رو ما ازش داشته باشیم. تا اون زمان هم بنابر خدا خودمون رو یه جوری پیش میبریم تا ببینیم چی میشه. در مورد دولت آقای پزشکیان و کابینه کی میاد کی میره، دعواهای طبیعی هست بین دوستان، همه میخوان که سهم خودشون رو در دولت داشته باشن و طبیعی هم هست، چیز پیچیده‌ای نیست. هر گفتمان فکری که حاکم میشه پیروز میشه، حق داره از نیروهای همفکر خودش در دولت استفاده کنه. ایشون هم بنده خدا گرفتاره دیگه، چند گروه از اصولگرا و اصلاح طلب و میانه و روحانی و اعتدالی و غیره، حتی بی‌نزد آزادی از آقای پزشکان حمایت کرده. خب طبیعتاً همه هم سهم میخوان و این مشکله، یه مقداری برایش مشکل پیش اومده. من همه دوستانی که از حامیان آقای پزشکیان یه روزای گذشته من نقدی چیزی بهشون داشتم، عذرخواهی میکنم. من دیگه آدم بدقلقی هستم دیگه، کارم نقد کردنه، امیدوارم از دست من ناراحت نشن. از شما هم تشکر میکنم که تحمل کردید و تا پایان برنامه زنده من رو در کانال راه و چاه دیدید و شنیدید. از تیم فنی راوچا جناب آقای شریفی تشکر میکنم، از مهندس سجاد جهانگیری که تمام قد پشت راوچا ایستاده و انواع کمک رو داره به این کانال میکنه تشکر میکنم، هم کمک مالی هم کمک لوجستیکی و پشتیبانی. البته من توقع دارم دوستانی که در توانشون هست، انظر مالی، انظر پشتیبانی، مثل دوربین، مثلا من دوربین نداریم، مثلا دوربین نداریم، دوربین عکاسی نداریم، عرضم با حضورتون مثلا نور نداریم، سیستم نور نداریم که اینا هم باید تهیه بشه، خیلی چیزایی دیگه. اگر حالا هر کی از دوستان در توان داشتن به من ایمیل بزنن یا در اینستاگرام من بیان و دایرکت بدن و کمک بکنن، ما از کمک های شما استقبال میکنیم، چون این کمک ها به ما را یاری خواهند داد و ما انگیزه خواهند داد که محتوای بیشتری بسازیم و بیشتر در خدمت همون آینده‌ای که برای ایران در اول برنامه گفتم امیدواریم و بیشتر در اون جهت کار میکنیم، بیشتر در اون جهت تلاش میکنیم و گفتمان سازی میکنیم. قربان شما، خدا یار و نگهدارتان.